فدای ماه رویت جان این عشاق کویت، دل اسیر ناز ابرو در فدای خلق کویت. ای فدای ماه رویت جان این عشاق کویت، دل اسیر ناز ابرو سر فدای خلق و خویت. بست دلها را به مهرت رشته پرتاب مویت، کشته ای دل دادگان را در امید و آرزویت. ای که می لرزد جهانی از نمازت از وضویت، پای من مجروح و خسته بس که شد در جست و جویت. پای و تا سر گوش گشتم در خیال گفت و گویت، زائرم در طوف کعبه گرد رخسار نکویت. روسیه را هیچ نبود چشم دل الا به سویت، ای شفیع روز محشر شیعان را آب رویت. تشنگانت در فراق و آب کوثر در سبویت، مهدی ای ذکر تو بر لب شکوه مستان در شب، مهدی ای ذکر تو بر لب شکوه مستان در شب. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن و اهلك اعداءهم اجمعین. السلام على مولانا صاحب الامر والزمان، بقیت الله في السماوات والارضین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بینندگان و همراهان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بینندگان و همراهان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، در خدمتون هستیم در کنار مقام آقا صاحب الامر و زمان در سرزمین عشق، سرزمین کربلا، سرزمینی که همه دلها برای اون پر میکشه و قلب تپنده زمین. خب در قسمت قبلی برنامه اگر انشالله توفیق دیدن اون رو داشتین و از اون بهره بردید و استفاده بردید، عرض کردیم خدمتون که ادعیه‌ای که از وجود نازنین آقا صاحب الزمان به ما رسیده در دوران غیبت، در واقع وظایف فردی و اجتماعی ما رو تعیین میکنه و در واقع تبیین میکنه و به ما کمک میکنه که خودمون رو در واقع هم برای ظهور حضرت حاضر کنیم و هم در زمان غیبت حضرت بتونیم هم خودمون رو پاک کنیم و هم انشاءالله دیگران تأثیر بذاریم، تأثیر مثبت بگذاریم و جامعه بهتری رو و یاران بیشتری رو برای وجود مقدس امام زمان علیه السلام مهیا کنیم به عنایت و هدایت حضرت علیه السلام. عباراتی از دعای حضرت رو قسمت قبل خدمتون ارائه کردم و قرائت کردم. عبارات این بود: از خداوند متعال به تعلیم حضرت اینطور میخوایم: و سدد السنتنا بالصواب والحکمه، یعنی خدایا به اون معانی که عرض کردم ظاهری و باطنی، با صواب که ظاهرش کلمات نیکو و پاکه و باطنش حقیقت توحید لا اله الا الله و پذیرش ولایت اهل بیت که ارکان توحیدند، و همچنین کلمه حکمت که عرض کردم ظاهرش کلمات پنداموز ولی باطنش در واقع طبق احادیث
معرفت به وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست، خدا زبان ما رو محکم کنه در مسیر دفاع از حقانیت اهل بیت علیهم السلام و نصرت امام زمان علیه السلام در این زمانه با کلام و زبانمون، و اینکه از کلمات بیهوده و لغو پرهیز کنیم و از معاصی که با زبان انجام میدیم پرهیز کنیم. همچنین واملا قلوبنا بالعلم والمعرفه، یعنی خدایا قلوب ما رو سرشار و لبریز کن از علم و معرفت، که عرض کردم خدمتون معنای باطنی علم طبق روایات اهل بیت اون نوری است که خداوند عطا میکنه و به قلب ما میتابونه، اون نور هدایت امام است که در روایات متعدد و آیات قرآن نور به ائمه علیهم السلام در واقع تأویل شده، که اون احادیثی که در مورد در واقع از ابو خالد کابلی هست خدمتون در یکی از برنامه ها عرض کردم که امام باقر علیه السلام فرماید والله حضرت قسم میخورن که ما هستیم اون نور. خب اون نور رو خدا در قلب ما قرار بده و اون علم رو و بعد حکمت رو عرض کردیم و در واقع معرفت رو عرض کردیم، که یعنی معرفت به امام زمان، تا اینکه بتونیم در واقع یاوری کنیم امام زمان رو در این عصر غیبت و عصر قربت و مظلومیت حضرت. خب یه میان برنامه رو با هم ببینیم تا به فقرات بعدی دعای شریف بپردازیم. یا علی مدد. سعی کنیم رضایت آقا را نسبت به خودمون جلب کنیم. آقا حضرت بقیت الله شخص بسیار خوبی هستن. این تعبیر تعبیری است که از باب ضیق تعبیر من اینجوری تعبیر میکنم. هر چی خوبی انسان فرض کنه به ذهنش بیاد نسبت به شخصی، تمام اونها در شخص آقا حضرت بقیت الله عجل الله فرجه الشریف مجتمع این خوبی ها. از طرف آقا در باز برای هممون، برای همه. مهم اینه ما یه چند قدمی پیش بریم، بتوانیم جلب رضایت حضرت را بکنیم. جلب رضایت حضرت، من از باب تذکر عرض میکنم، هم برای خودم تلقیناً، هم برای آقایون تذکرم، اگر نه کم و بیش آقایون واقف بر این مطالب هستن. به نظر میرسه سه چیزه که این هر سه عناوین مشککه است، در هر کسی هر قدر ازش باشه باز قابل مزیده، که اینها جوالب رضایت حضرت را میکنه. یک اخلاص، دو اجتهاد جهد، سه اخلاق. هر قدر هم که شما اخلاص داشته باشید باز قابل مزید هست، مرتبه بالاترش هم ممکن هست. و آقا چون صلوات الله علیه خودشون مخلص کامل لله هستن، علاقه مند هستن به اینکه ماها دوستانشون در اخلاص سعی کنیم خورده خورده پیشرفت بیشتر بکنیم. انسان اول صبح که پا میشه یا سحر که پا میشه یا هر وقت یه لحظه تأمل بکنه و خدای تبارک و تعالی عرض کنه، بگه خدایا به امید تو خودت هم کمکم بکن، منم چشمم به تو باز خدای تبارک و تعالی، بعدم به آقا حضرت بقیت الله که امام زمان ما هستن، آدم عرض کنه شما حسب توقیع شریفی که از شما نقل شده وعده رعایت دادید رعایت بفرمایید، اگرم کم و کسری ما داریم، قصوری هست، تقصیری هست، خودتون تکمیلش کنید. یعنی انسان سعی کنه شروعش را با اخلاص لله و توجه به آقا حضرت بقیت الله در هر روز شروع کنه.
محاله که حضرت عنایت نکنن، محاله که من و شما یک ذره پیش بریم حضرت عنایت بسیاری نکنن. میکنن یقینا، فقط باید ما غافل نشیم از این جهت. دو، مسئله اجتهاد، یعنی جهد، یعنی تلاش. انسان سعی کنه در این زمینه تلاش کنه، اون چه ازش میاد، اون چه درک میکنه که میتوانه انجام بده، ولو به وسیله مقدمات میتونه انجام بده. به قول آقایون، ما بالاختیار لا ینافل اختیار. یه چیزایی انسان الان میتونه انجام بده، یه چیزایی از حالا مقدمش رو تهیه میکنه تا یه سال دیگه، دو سال دیگه، ده سال دیگه، اگه عمر باشه 20 سال دیگه، 50 سال دیگه انجام بده. دوراندیشانه آدم سعی کنه کوتاهی نکرده باشه در اون چه که ازش میاد. الان قلم نداره، سعی کنه تقویت قلم بکنه تا بتوانه با یک قلم زیبایی شبهات و شکوک را نسبت به آقا دفع و رفع بکنه. بیانی نداره یا بیانش در حد اعلانی، سعی کنه تقویت بیانش بکنه. مؤسسه‌ای نداره، سعی کنه مؤسسه‌ای در این زمینه تشکیل بده. انسان، هر یه دونه انسان، با فکر، با پشتکارگیری، با مواصله، با اعتماد بر خدا و آقا حضرت بقیت الله عجل الله فرجه الشریف، در طول تاریخ خیلی میتونه کار بکنه. همت، تصمیم، عزمتونه که روایت آقا حضرت کاظم علیه السلام اونه که انسان را موفق میکنه. نه پول، نه علم، نه امکانات، نه عشیره، نه فامیل، نه این ارتباطات خارجی. اون همت و عزیمه که باشه، اینام که نباشه آدم موفق میشه. اگه همه چیز باشه، همت و عزیمه نباشه، موفق نمیشه. دو، این است که اجتهاد و تلاش بکنه و همینجور این را بیشتر بکنه تا بتونه بیشتر موفق باشه. سه، هم اخلاقه. اخلاق که بهترین مثل اخلاق خود معصومین علیهم الصلاة والسلام هستن و قصصشون، روایاتشون، تاریخشون یک قدری در دست ما هست. اخلاق سبب میشه که انسان در هر موقعی و موضعی بتونه موفقیت بیشتر پیدا بکنه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خودشون نماز را آوردن و در روایت دارد که ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. اما در عین حال من یادم نیست جایی دیده باشم یا شنیده باشم که فرموده باشن بعثت لأعلم الناس الصلاة. خودشون روزه را آوردن، در روایت داره جنت من النار. اما هست آیا بعثت لأعلم الناس الصوم، حج بعثت لأعلم الناس الحج، با اینکه خودشون آوردن، خودشون تعلیم فرمودن، اما در روایت داره راجع به اخلاق فرمودن انما با انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. گاهی انسان با یک چند لحظه اخلاق میتونه یک شخص دور از آقا حضرت بقیت الله را نزدیک کنه که با چند صد ساعت بحث ممکنه نتونه نزدیک کنه. بحث لازمه، علم لازمه، استدلالهای برهانیه، استدلالهای عقلائیه، استدلالهای شرعیه، تعبدیه، اینا لازمه، شکی نیست، نقش مهمی هم داره، اما به جنب اینها اخلاق لازمه. و اخلاق معصومین علیهم الصلاة والسلام، اخلاق حمیدشون، سبب شد از خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله گرفته که بسیاری از معاندین مؤمنین بشن. با این سه چیز
اخلاص، اجتهاد، اخلاق. انسان هر قدر هر کسی در مرحله در حد خودش مورد رضایت حضرت هست، با این سه چیز میتوانه بیش از پیش مورد رضایت حضرت قرار. خب، عرض سلام و ادب مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. اما قبل از این که به فقره بعدی دعا بپردازم، لازم دونستم متبرک کنم فضای برنامه رو به یک روایتی که اشاره داره به این که معرفت در واقع و اون چیزی که خداوند از ما انتظار داره به عنوان معرفت چی هست. روایتی از وجود مقدس آقا امام صادق علیه السلام هست که جناب مفضل رحمت الله علیه اونو نقل میکنن و شما میتونید این روایت رو در کتاب شریف بهار الانوار جلد 66 صفحه 13 در واقع در باب 28 اون رو متن عربیش رو مطالعه کنید که بسیار لطیفه. اما به دلیل ضیق وقت من فقط ترجمه این روایت شریف رو خدمتون عرض میکنم. خداوند متعال میفرمایند که از قول خداوند میفرمایند ده چیز را بر بندگانم واجب کرده ام هرگاه آنها را بشناسند. این بحث معرفته و خداوند اون را فریضه و واجب قرار داده. هرگاه آنها را بشناسند، هرگاه آنان را بشناسند، یعنی اون ده چیز رو بهش معرفت کسب کنند، چه اتفاقی میفته؟ اون وقت آنان را از ملکوتم جایگاه میدهم و بهشت هایم را بر آنها ارزانی میدارم. و آن ده چیز عبارتند از: یک، معرفت خودم، که میدونیم معرفت به خداوند بدون معرفت به اهل بیت محقق نمیشه، بنا عرف الله و بنا عبد الله. دو، معرفت پیغمبرم که به سوی خلق فرستادم و اقرار به او و تصدیق او. سه، معرفت اولیایم و اینکه آنان حجت‌های من بر خلق من هستند. هر که آنان را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر که آنان را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است و هر کس آنان را منکر شود او را در آتش درآورم و کیفرش را چندان سازم. این در خصوص اهل بیت علیهم السلام، وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها و آقا امیرالمومنین و اولاد معصومینشون تا آقا و مولا صاحب العصر و الزمان علیه السلام. چهار، معرفت آنان که از نور قدسی هم برپا ساختند و برپا دارندگان عدالت و قسطند، یعنی شیعیان راستین و پیروان حقیقی اهل بیت علیهم السلام، مثل جناب سلمان و ابوذر و مقداد و غیرهم رحمت الله علیهم اجمعین. پنجم، معرفت آنان که در صدد احیای فضیلت و برتری اولیاء و تصدیق آنان برمی آیند و اولیاء و حجج الهی را معرفی می کنند. ببینید، خداوند حتی بر ما واجب کرده که معرفت کسب کنیم نسبت به علما و بزرگان و مراجعی که در همین زمان حاضر هم ما رو نسبت به اهل بیت علیهم السلام و معرفت به اونها و حقایق وجودی اونها در واقع هدایت میکنند و راهنمایی میکنند. طبق این حدیث شریف، معرفت نسبت به اونها هم بر ما واجبه اگر میخوایم که در بهشت مخلد باشیم. ششم، معرفت دشمن من ابلیس. معرفت، همونطور که در برنامه‌های قبلی هم عرض کردم، چقدر اهمیت داره که ابلیس رو بشناسیم و برنامه‌ها و اعوان انس و جن او رو هم بشناسیم. معرفت دشمن من ابلیس و آنان که از ذات او و یاران او هستند، هم از ذاتش، چون در روایت اومده که ابلیس تخم می‌گذارد و شیاطینی از نسل او هستند، و همچنین یاران و اعوانش از انس و جن. هفتم، پذیرش فرمان من و تصدیق پیام‌آوران من. هشتم، پوشیده داشتن اسرار من و اسرار اولیاء من،
که مربوط به کتمان سر اهل بیت علیهم السلام میشه و بحث تقیه میشه در جایی که واجبه که این بعضی معارف نباید در هر جای مطرح بشه و سر اهل بیت علیهم السلام هست. نهم، تعظیم و احترام خاندان برگزیدگانم و پذیرش آنها در موارد اختلاف، در رجوع کردن با آنها تا هر امری که از طرف آنها شرح و توضیح داده شده رو بپذیرن. یعنی هر اون چیزی که نمیفهمیم ارجاعش بدیم به امام زمانمون و یا مراجعی که در واقع با صفاتی که امام معصوم در واقع بیان کرده مصدق در واقع کلام امام علیه السلام هستن. بریم پیش اونها و امر اونها ارجاع بدیم و از نظر و هوای شخصی پرهیز کنیم. و آخرین مورد، هر بنده من که با برادرانش در دین و دنیا حکم یکسان داشته باشد، یعنی مواسات داشته باشه با اونها. پس هرگاه بندگانم چنین بودن، آنان را در جایگاه ملکوت وارد می کنم و از بیم بزرگ قیامت امانشان می دهم و در پیشگاه من در بهشت خواهند بود. حدیث بسیار بلند و زیبایی بود در بحث معرفت که در فقره قبلی دعا اومده. با این حدیث شریف انشاءالله که اون چیزی که خداوند بر ما واجب کرده از معرفت کسب کنیم، از خدا بخوایم و به دنبالش بریم که خداوند قلب ما را از این معارف پر کنه. یک میان برنامه با هم ببینیم و انشاءالله به ادامه بحث بپردازیم. روز به خواست خداوند بحث و عرض ما درباره وظیفه شیعه است در زمان غیبت حضرت ولی عصر از خودسازی مؤمنین در زمان غیبت، یعنی افرادی که علاقمند به خاندان عصمت و طهارتند و میخواهند حکومت عادلانه و بر حق این خاندان به وسیله امام زمان ارواح العالمین له الفدا ثابت و مستقر بشود، خودشون را باید بسازند و آماده کنند برای یک چنین حکومت و یک چنین تشکیلاتی. روایتی است که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 75 صفحه 83 از کتاب بهار الانوار اونجا بیان می‌فرمایند نفس المحموم لنا المغتم لظلمنا تسبیح و همه لامرنا عباده و کتمانه لسرنا جهاد فی سبیل الله. اینجا چند موضوع فرمودن امام در این روایت. امام صادق می‌فرمان یکی از عبادات برای امت ما و برای شیعیان ما همت گماشتن برای امر ماست و همه لامرنا عباده، یعنی همت امر خاندان عصمت و طهارت و اون کاری که این خاندان برای او میخوان بیان اجراء عدالت در میان مردم جهان است، اصلاح شدن مردمه، خوب شدن مردمه. حالا هر کدام از شیعیانی که علاقمند به این خاندان هستند همت گماشتن بر این که حکومت عدل این خانواده که عبارت از خوب شدن اصلاح جامعه است شکل به خود بگیرد، این کارشون عبادته. یعنی ما در زمان غیبت وظیفمون اینه خودمون رو اصلاح کنیم. حالا درست است که میگوین امام زمان وقتی ظهور میکنن جهان پر از ظلم و جور شده است، اما این ظلم و جور خود به خود به دست کفار و به دست آدم های بیدین به وجود میاد.
ما دیگه نباید اضافه کنیم ظلم و جور را و ستم را و گناه به امثال اون را. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه مورد پسند و رضایتتون واقع شده باشه و از مطالب اون حظ و بحر و بهره و فیض کافی برده باشید. خب فقره بعدی دعا که وعده کردم اینطور هست: حضرت به ما تعلیم کردن که نسبت به خداوند اینطور دعا کنیم و از خدا بخوایم که و تحر بطوننا من الحرام و شبهه، یعنی خدایا تطهیر کن، پاک کن بطون ما رو از حرام و شبهه، من الحرام و شبهه. خب حالا ببینیم که معنای اولا تطهیر یعنی چی، بعد بفهمیم تطهیر یعنی چی و اینکه تطهیر توسط چه کسی صورت میگیره. همونطور که در همین دعا میبینیم تطهیر از جانب خداوند متعال صورت میگیره. ابتداعا همونطور که خداوند در آیه تطهیر فرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، صدق الله العلی العظیم. این از آیات بسیار مهم قرآن کریم هست در خصوص بحث طهارت نه تنها ظاهری بلکه جسم و روح اهل بیت علیهم السلام از در واقع اون خلقت و آفرینش نورانی اونها و از ازل هست. خب پس تطهیر کار خداونده. بعد از اینکه اهل بیت علیهم السلام تطهیر شدن، خداوند اونها رو وسیله تطهیر برای ما قرار داده. همونطور که در عنوان مثال زیارتنامه آقا موسی بن جعفر علیه السلام عرض میکنیم، که انت طاهر المطهر، یعنی هم طاهری هم مطهری و هم طهری، یعنی عبارت خیلی زیباست، هم پاکی هم پاکیزه کنندهی و هم اصل پاکی. خب پس بحث طهارت از سوی امام زمان هر اصلی صورت میگیره، ولی ما از خدا میخوایم که به وسیله امام زمان خب بطون ما رو تطهیر کنه. بطون در واقع یک معنای ظاهری میتونه داشته باشه، یعنی همین شکمهای ما و اون چیزی که میخوریم، و معنای دیگر اون در واقع ضمیر و فطرت ما هست و اون روحی هست که خداوند در دل مؤمنین قرار داده، در وجود مؤمنین قرار داده. چون میدونیم که در روایات اومده یکی از ارواحی که در واقع برای مؤمنین ذکر شده و مختص مؤمنین هست، روحی هست که در نفس مؤمنین خداوند قرار داده. خب از خدا میخوایم تطهیر کنه هم ظاهر ما رو، یعنی این جسم ما رو، آنچه میخوریم رو، آنچه در معده ما قرار میگیره، و هم نفس و اون روحی که خداوند مخصوص مؤمنین قرار داده رو، اون رو خداوند پاک کنه. از چه چیزی؟ من الحرام و شبهه. خب حرام چیه؟ آن چیزی که خداوند حرام کرده. خداوند چه چیزی رو حرام کرده؟ به عنوان مثال ربا، العیاذ بالله. ربا یکی از مصادیق اتم و اکمل حرام هست که روایات بسیار در واقع محکم و شدیدی در مورد بحث ربا اومده که من چون بحث رسانه‌ای هست بعضی از کلمات روایات رو شاید نتونم خدمتتون عرض کنم، ولی در همین حد برای اینکه فرمودن لا حیاء فی الدین عرض میکنم که معصوم علیه السلام میفرماید یک درهم ربا دادن یا ربا گرفتن به مصداق زنای با محارم هست. ببینید چقدر بحث عمیق است، یعنی ببینید چه تأثیری در جسم و روح ما میگذاره این حرام. خب در روایت اومده که وقتی لقمه حرام وارد بدن و جسم ما میشه، نه تنها در ما تأثیر میگذاره، امام رضا علیه السلام میفرمایند در 7 نسل در ذریه شما و صلب شما اون لقمه حرام تأثیر میذاره. ما رو بیاد چه چیزی میندازه؟ وجود مقدس آقا امام حسین علیه السلام در روز عاشورا چه فرمودن؟ فرمودن بطون شما از حرام و شبهه پر شده و کلام حق
در شما دیگه اثر نمیگذاره، گویی که گوش ها و قلب شما بسته شده به روی حق. پس در واقع با این دعا از خداوند میخوایم که تطهیر کنه قلوب ما رو و بطون ما رو و جسم و جان ما رو تا چه اتفاقی بیفته، تا وقت نور امام به قلب ما بتابه و کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام و امام زمان علیه السلام در وجود ما تأثیر کنه و امام در واقع به توفیق من الله بتونه ما رو هدایت کنه به سمت خودش و تقرب به خداوند. این از حرام و معنای کلمه حرام در واقع مختصری. و همچنین از شبهه. شبهه در واقع یعنی اون چیزی که مرددیم در این که آیا پاک هست یا نیست. به عنوان مثال در روایات آمده که مالی که مطمئن نیستیم آیا مخمس شده یا نه، خمس اون پرداخت شده یا نه، یا کسی که در واقع تجارت اون نوعی هست که نمیدونیم آیا حلال و حرام رو رعایت میکنه یا نه، همین که نمیدونیم این میشه مال شبهناک. خب یه میان برنامه با هم ببینیم تا به ادامه این بحث و مخلص کلام انشاءالله بپردازیم. یا علی مدد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی محمد جده و رسولک سید الاکبر و علی ابی سید الاصغر و جدت صدیقه الکبرى فاطمه بنت محمد و علی من اصطفیت من آباء البرر و علیه افضل و اکمل و اتم و ادوم و اکثر و اوفر ما سلیت علی احد من اصفیائک و خیرتک من خلقک و سلم علیه صلوات الله غایت علی عدد ما ولا نهایت علی مدد ها ولا نفاد لامد ها. اللهم وعدم به الحق وعدم به الباطل وعدل به اولیاک وعدل به اعدائک. عرض سلام و ادب مجدد خدمت شما بینندگان و همراهان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. خب عرض کردیم در این فقره شریف از دعا میگیم خداوندا تحر بطوننا من الحرام و شبهه. خب معنای ظاهری فقره رو خدمتون عرض کردم، یعنی پاک کن، که بسیار هم البته مهمه، خدایا پاک کن جسم و روح ما رو از لقمه حرام، آنچه که خداوند حرام کرده. بحث ربا هست، بحث مال حرام هست، بحث مالی است که در واقع مخمس نشده، مال شبهناک هست، در واقع خدمتون عرض کردم مالی که زکاتش پرداخت نشده یا تجارتی که آلوده به گناه هست و غیره و غیره که ظاهرش هست و بسیار هم در جای خودش مهمه تا این طهارت رو بتونیم کسب کنیم و به نور امام زمان علیه السلام هدایت بشیم و معرفت پیدا کنیم و به حضرت تقرب پیدا کنیم. اما یک باطن لطیف و بسیار مهمی هم در این فقره وجود داره و باز هم باید رجوع کنیم به قرآن و اهل بیت علیهم السلام. آقا و مولا امام حسن مجتبی کریم اهل بیت علیهم السلام می‌فرمایند در ذیل آیه فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی پس بایستی انسان نگاه کند به طعامش. خب ظاهر آیه یعنی این که اون چیزی رو که میخوره مال حلال باشه و مال شبهناک نباشه، طعام پاکی باشه، از نجاسات خدای نکره نباشه و غیره. اما باطنش حضرت میفرمایند در حدیث شریفی که تعجب میکنم از کسی که به طعام ظاهری و غذای جسمش دقت میکنه اما به غذا و طعام روحش هیچ توجهی نداره. این روایت شریف به ما کمک میکنه که باطن این فقره از دعا رو هم درک کنیم انشاءالله. یعنی این که از خدا میخوایم در واقع قلوب ما رو و جسم و روح ما رو پاک کنه از آن چیزی که خداوند
حرمت گذاشته بر اونها، یعنی ولایت تواقیت و دشمنان اهل بیت علیهم السلام و شبهات و القاعاتی که شیاطین جن و انس و تواقیت بر دین ما و اعتقاد ما وارد می کنن، که بسیار اثرش عمیق‌تر و مهلک‌تر هست از اون چیزی که طعام ظاهری در واقع بر بدن ما وارد می کنه. چون اگر مواظب اون نباشیم ما دینمون رو از دست میدیم و مثل اونهایی که بعد از سقیفه دینشون رو از دست دادن و همه چیزشون رو از دست دادن، دنیا و آخرتشون رو باختن، پیرو در واقع امامان و ائمه کفر و ائمه زلاله قرار گرفتن، کسانی که هدایت به نار میکنند و جهنم میکنند، ما باید مراقب باشیم که خدا از خدا بخوایم ما رو تطهیر کنه در واقع از این حرام اصلی و باطن حرام و شبهات و القاعات شیاطین جن و انس و تواقید. انشاءالله که خداوند به عنایت خودش، به هدایت و نور امام زمان علیه السلام و به برکت دعا و زیارت وجود مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام و سایر ائمه علیهم السلام، آقا امام رضا علیه السلام علیه السلام، خیلی دلم تنگ شده برای وجود مقدس امام رضا علیه السلام، این زیارت ها حضرت می‌فرمایند من تمام عهدنا زیارتنا. زیارت خیلی بحث مهمیه در این که ما رو تطهیر کنن، جسم و روح ما رو از این القاعات شیاطین و این در واقع ولایتی که شیاطین سعی میکنن بر ما داشته باشن و پیدا کنن و شبهاتی که به قلوب ما و روح ما در واقع القاء میکنن. انشاءالله که خدا توفیق بده به این ادعیه معرفت پیدا کنیم و با اونها عمل کنیم و در این دوره آخر الزمان انشاءالله در حسن ولایت اهل بیت علیهم السلام پاک و مطهر باقی بمونیم و دینمون رو حفظ کنیم انشاءالله. گوش جان میسپریم به مناجات با وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام. نوصلت دیده بودم کاشکی، ای گونه هجرانم که جانم در جوانی سو، ای جانم به قربان، ای جانم به قربان، حرف دل همه عاشقات تو محبت میشه بعدی حرف رو زد، ولو این که اگر به معرفت کشیده بشه شاید جای ایراد باشه، اما زبان محبت این اجازه رو به ما میده. آقا جان تحمل گفتی و من هم که کردم سالها، قربونت برم، تحمل گفتی و من هم که کردم سالها، اما چقدر آخر تحمل، بلکه یادت رفته پیمانت، نکنه ما را فراموش کردی ابن الاسد، نکنه ما را یادت رفته آقا جان ابن الحسن، ابن الحسن، اگه میخوای کارا درست شه باید امام زمان تو صدا بزنی. حسن ابن امید خستم، امید خستم تا چند گیرد با اجل کشتی، بمیرم یا بمانم پادشاه ها چیست فرمانم، بمیرم یا بمانم
پادشاه چیست فرمان؟ آوای من این نامردهای روزگار گمان کردن حرم خراب کردن، خیلی اشتباه کردن، اول حرم نیست، حرم اینجاست و قبر او فی قلوب من والا. عزیز فاطمه جای شما تو دل ماست، این حرم هرگز خراب شدنی نیست. حسن آقای من یا ابن الحسن، حسن. خب بینندگان عزیز و همراهان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، امیدوارم که تا این لحظه از برنامه در واقع حظ و بهره کافی از کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام برده باشید. داریم به لحظات پایانی یکی دیگر از این برنامه ها و سلسله مباحثمون نزدیک میشیم و تنها میخوام دعا کنم، از خداوند متعال بخواهیم که انشاءالله هممون مقداری خودمون رو نسبت به معارفی که در لابلای بعضی از کتبی که خدای نکرده محجور موندن و در قفسه کتابخونه های ما قرار دارن، انشاءالله ما یه مقدار وقت بیشتری بذاریم برای مطالعه این ادعیه، زیارات و کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام که فی الواقع تضمین سعادت دنیا و آخرت ما با عمل کردن به همین مضامین و تعابیر و عبارات و لطائفی است که از اهل بیت عصمت طهارت سلام الله علیه اجمعین به ما رسیده. امیدوارم که قلب مقدس آقا امام زمان علیه السلام از این برنامه راضی بوده باشند و از کاری که ما انجام میدیم انشاءالله رضایت داشته باشند و هممون رو مورد رعایت و عنایت قرار بدن. خب از همه شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. یا علی مدد، خدا حافظ. تقصیر ماست غیبت طولانی شما، بغض گلو گرفته پنهانی شما، بر شورزار معصیتم گریه می کنم، جانم فدای دیده بارانی شما. پروندم برای شما درد سر شده، وضع بدم دلیل پریشانی شما. ای وای من که قلب شما را شکستم، آقا چه شد تبسم رحمانی شما؟ ای یوسف مدینه مرا هم حلال کن، عفو گذشت سنت کنعانی شما.